دوستان و همراهان فارسی مدیا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و عالی باشید. در این ویدیو قصد داریم شما رو با یک مرغ و خروس متفاوت آشنا کنیم. آشنایی با خروس و مرغ سیاه نیوجرسی. خروس سیاه که به نام نژاد نیوجرسی هم معروف است، یکی از نژادهای درشت هیکل است که پرورش دهندگان آنها را به منظور فرآوری‌های گوشتی و تولید تخم پرورش می‌دهند. رنگ پرها و پوست این نژاد از خروس‌ها سیاه است و تخم‌هایی که ماده‌های آنها می‌گذارند به رنگ قهوه‌ای است. انجمن طیور آمریکا APA سه گونه سیاه، سفید و آبی را از نژاد نیوجرسی ثبت کرده و به رسمیت می‌شناسد. نیوجرسی یا خروس سیاه یکی از نژادهای غول‌پیکر است که در مقایسه با سایر نژادهای مرغ جثه بزرگتر و وزن سنگین‌تری دارد. جالب است بدانید که در ژنتیک و نژاد خروس‌های سیاه کشور اندونزی یک جهش کاملا علمی صورت گرفته است که آنها را نسبت به سایر نژادهای خروس‌های سیاه برتر نشان می‌دهد و به خاطر این برتریت گوشت این دسته از خروس‌های سیاه بسیار گران‌تر است. وزن این خروس‌ها حدود 6 کیلوگرم است و وزن خروس‌های معمولی حدود 4.900 گرم است. خروس سیاه. اگر بتوانیم خروس نیوجرسی را در ذهن شما به تصویر بکشیم، باید بگوییم که اندازه نسبتاً بزرگ و با ابهت، گوشت بسیار حجیم و زیاد، سر بزرگ، پاهای بلند و طول و عرض نسبتاً پهن از خصوصیت بارز این نژاد است که ظاهراً آن را به صورت یک مربع بزرگ نشان می‌دهد. چون پشت پرنده که به صورت افقی است، کاملاً به صورت پهن و مسطح دیده می‌شود و در مقایسه با سایر نژادهایش یک پرنده عظیم و جثه به حساب می‌آید. مرغ سیاه. در شرق آسیا گوشت نوعی مرغ وارد بازار منطقه شده که علاوه بر پوست سیاه، گوشت سیاه‌تری هم دارد و کسانی که از گوشت چنین مرغی استفاده می‌کنند، وضعیت مالی بسیار خوبی دارند، چون گوشت خروس سیاه فقط در مهمانی‌ها و هتل‌های خیلی لوکس به عنوان گران‌ترین غذا سرو می‌شود. جالب است بدانید که در کشور اندونزی این مرغ و خروس‌ها به نام ایگم سمانی مشهور هستند و مردم اندونزی بر این باورند که هر کسی از گوشت چنین مرغ و خروسی تغذیه کند، نیروی ماورایی به دست می‌آورد. چرا رنگ پوست و پر این مرغ و خروس‌ها سیاه است؟ طبق بررسی‌های انجام گرفته توسط دانشمندان و جانورشناسان، گویی این مرغ و خروس‌ها به یک بیماری ژنتیکی مبتلا هستند که در اثر آن رنگدانه‌های بدنشان به رنگ سیاه تغییر می‌یابد، به طوری که تمام پوست، گوشت، استخوان‌ها و پرها و اندام‌های داخلی این نژاد از مرغ و خروس‌ها به رنگ سیاه است. نام این بیماری ژنتیکی فیبرو ملانیسیس است. خروس سیاه که در منطقه آذربایجان شرقی به ویژه ارسواران به نام بومی قره خروس مشهور است، یکی از نژادهای خروس سیاه است که در سراسر دنیا مشهور است، ولی متاسفانه در معرض انقراض و نابودی به سر می‌برد. خطر انقراض خروس سیاه در منطقه ارسواران وجود دارد. طبق قوانین زیست محیطی کشور به هیچ کسی اجازه شکار این پرنده را نمی‌دهند، چون به عنوان یکی از گونه‌های نادر و ارزشمند جایگاه ویژه‌ای دارد و متاسفانه طبق آمارهای بین‌المللی نسل آن در معرض انقراض کامل قرار دارد. بیشترین عاملی که در انقراض این نژاد از خروس‌ها نقش دارد، بی‌توجهی مردم منطقه به شرایط زیست محیطی سیاه خروس است. چون با تخریب جنگل‌ها و از بین رفتن علفزارهایی که ممکن است، این خروس‌ها در آنجا لانه‌سازی و تولید مثل می‌کنند، موجبات انقراض آنها بسترسازی شده است. دوستان همراهان فارسی مدیا، لازم به ذکر است که مصرف گوشت خروس سیاه و مرغ سیاه و تخم مرغ اونها در شرق آسیا بسیار رایج است. اونها اعتقاد دارند که مصرف این گوشت‌ها و تخم مرغ‌ها برای بدن و سلامتی بسیار مفید است. متشکرم که همراه فارسی مدیا در این ویدیو بودید و ما رو همراهی کردید. امیدوارم اطلاعات جالبی در اختیارتون گذاشته باشیم. شب و روزتون خوش.